سلام به شما همراهان کانال چتر سفید. خوشحال میشم برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت لطفاً یادتون نره. با ما همراه باشید. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نویسنده ناپلئون هیل. قسمت 26م. صفحات تاریخ مملو از پیشینه رهبران بزرگی است که ممکن است موفقیت‌هایشان با تأثیر زنانی ردیابی شود که قدرت ذهنی افکار این رهبران را با برانگیختگی میل جنسی تحریک کردند. ناپلئون بناپارت یکی از آنها بود. وقتی اولین همسرش جوزفین الهام بخش او شد، او استوار و مقاوم بود. وقتی که قضاوت بهتر یا قدرت استدلالش او را وادار کرد جوزفین را کنار بگذارد، قدرتش رو به افول رفت و شکست او و سنت هلن خیلی دور نبود. به راحتی می توان مردان سرشناس زیادی را برای مردم آمریکا نام برد که تحت تأثیر همسرانشان پله های موفقیت را طی کردند و به سرنوشت فنا و نابودی پس از پول و قدرتی رسیدند که آنها را مغرور و متکبر ساخت و زن قدیمیشان را به خاطر زن جدیدشان کنار گذاشتند. ناپلئون تنها مردی نبود که فهمید تأثیر جنسی از منبعی درست و مناسب باشد، قوی تر از هر جایگزین مصلحت اندیشی است که ممکن است با استدلال محض ایجاد شود. ذهن انسان به برانگیختگی پاسخ می دهد. در میان بزرگترین و قوی ترین محرک ها میل شدید جنسی وجود دارد. وقتی این نیروی محرک مهار شود و تغییر ماهیت یابد، قادر است انسان را به گستره فکری بالاتری سوق دهد. این گستره فکری کمک می کند بر نگرانی و رنجش کوچک موجود در مسیرش در سطح پایین تر تسلط پیدا کند. متاسفانه فقط نابغه ها این را کشف کردند. بقیه تجربه میل شدید جنسی را بدون کشف توانایی های عمده آن پذیرفتند، حقیقتی که تعداد بیشمار دیگران را از تعداد محدود نابغه ها متمایز می کند. به منظور زنده کردن حافظه درباره حقایق موجود از زندگی نامه برخی مردان بزرگ، اسامی چند مرد با موفقیت چشمگیر را در اینجا ارائه می دهیم که هر کدام از آنها طبیعت جنسی بالایی داشتند. بیشک نبوغ آنها منبع قدرتش را در انرژی جنسی تغییر شکل یافته پیدا کرده است. این مردان عبارتند از جورج واشنگتن، ناپلئون بناپارت، ویلیام شکسپیر، آبراهام لینکلن، رال، والدو امرسون، رابرت برونز، توماس جفرسون، آلبرت هوبارت، آلبرت اچگری، اسکار وایلد، وودرو ویلسون، جانچ پترسون، اندرو جکسون و انریکو کاروسو. دانش و اطلاعات شما درباره زندگی نامه ها کمک می کند تا اسامی دیگری را به این فهرست اضافه کنید. اگر می توانید مرد مجردی در طول تاریخ تمدن پیدا کنید که در هر حرفه‌ای به موفقیت چشمگیر دست یافته باشد، اما با یک طبیعت جنسی کاملا پیشرفته تحریک نشده باشد. اگر مایل نیستید به زندگی نامه های مردانی اعتماد کنید که اکنون در قید حیات هستند، فهرستی از مردانی تهیه کنید که می دانید موفقیت های بزرگی دارند و ببینید آیا کسی را در میان آنها پیدا می کنید که میل جنسی بالایی نداشته باشد. انرژی جنسی انرژی خلاق همه نابغه هاست. هرگز یک رهبر، معمار یا هنرمند بزرگ وجود نداشته و نخواهد داشت که این نیروی محرک جنسی را نداشته باشد. مسلماً هیچ کس این جملات را بد برداشت نخواهد کرد و فکر نمی کند تمام کسانی که میل جنسی بالایی دارند نابغه هستند. انسان فقط زمانی به حالت نبوغ دست می‌یابد که ذهنش برانگیخته شود و با قدرت ذهنی تخیل خلاق از نیروهای موجود استفاده کند. محرک عمده‌ای که به واسطه این افزایش ارتعاش تولید می‌شود، انرژی جنسی است. فقط داشتن این انرژی برای ساختن یک نابغه کافی نیست. این انرژی باید از میل شدید به تماس جسمی به نوع دیگری از میل و عمل تبدیل شود قبل از اینکه فرد را تا حالت نبوغ بالا ببرد.
جدا از نابغه شدن، به دلیل امیال جنسی بزرگ، اکثر مردان با سوء برداشت و سوء استفاده از این نیروی بزرگ خودشان را تا حالت حیوانات پایین می آورند. چرا مردان به ندرت قبل از 40 سالگی موفق می شوند؟ من از تحلیل بیش از 25 هزار نفر پی بردم، مردانی که موفقیت چشمگیری کسب می کنند، به ندرت قبل از 40 سالگی به موفقیت می رسند و اغلب تا بعد از 40 سالگی به سرعت پیشرفت واقعیشان نمی رسند. این حقیقت آنقدر حیرت آور بود که مرا بر آن داشت علت آن را به دقت مطالعه و بررسی کنم و بیش از 12 سال تحقیقاتی درباره آن انجام دادم. مطالعات من این حقیقت را آشکار کرد که دلیل عمده عدم موفقیت بیشتر مردانی که قبل از 40 یا 50 سالگی به موفقیت نمی رسند، تمایل آنها به هدر دادن انرژیشان با زیاده روی در بروز فیزیکی احساسات جنسیشان است. اکثر مردان هیچ وقت یاد نمی گیرند که میل جنسی امکانات دیگری هم دارد که اهمیتش بیش از بروز جسمی شور و شوق آن است. اکثر کسانی که این موضوع را کشف می کنند، بعد از سالها وقت تلف کردن به آن پی می برند، یعنی در اوج انرژی جنسیشان، قبل از 45 تا 50 سالگی که معمولاً بعد از آن به موفقیت قابل توجهی دست می یابند. زندگی بسیاری از مردان تا آن زمان و گاهی بعد از 40 سالگی انتشار مستمر انرژی ها را نشان می دهد که می توانست در مجراهای بهتری به طور سودمندی تنظیم شود. احساسات نابتر و قویتر به سرعت در مسیرهای مختلف پراکنده می شوند. اصطلاح افراد در روابط جنسی در جوانی از این عادت مردانه گسترش یافت. میل به شور و شوق جنسی تا کنون قوی ترین و برانگیزنده ترین احساسات انسان بوده است و به همین دلیل وقتی این میل شدید مهار و به عمل تبدیل می شود، غیر از بروز جسمی آن، فرد را تا رتبه نبوغ بالا می برد. یکی از ماهرترین تاجران آمریکا آشکارا پذیرفت که منشی جذاب او مسبب بیشتر طرح‌های او بوده است. او اعتراف کرد که حضور آن زن او را تا ارتفاعات تخیل خلاق برده است، طوری که دیگر نتوانست هیچ محرک دیگری را تجربه کند. یکی از موفق‌ترین مردان آمریکا بیشتر موفقیتش را مدیون تأثیر زن جوان افسونگر و جذابی است که بیش از 12 سال منبع انگیزه و الهام او بوده. همه این مرد را با اشاره‌ای که به او کردند می‌شناسند، اما هیچ کس منبع واقعی موفقیت‌های او را نمی‌داند. در تاریخ مردانی دیده نشدند که با استفاده از محرک‌های ذهنی ساختگی همچون مشروبات الکلی و مواد مخدر به رتبه نابغه رسیده باشند. ادگار آلن پو کلاغ سیاه را تحت تأثیر نوشیدنی الکلی نوشت و رویاهایی را در سر پروراند که انسان معمولی هرگز جرأت نمی‌کرد تصور کند. بهترین نوشته‌اش را تحت تأثیر مشروب الکلی ارائه داد. شاید در نتیجه آن بود که آمیختگی منظم واقعیت و رویا آسیاب بالاتر از رودخانه و مه بالاتر از نهر آب را دید. رابرت برونز بهترین نوشتهش را در حالت مستی نوشت. به یاد زمانهای قدیم، عزیزم، هنوز فنجانی محبت خواهیم نوشید. به یاد زمانهای قدیم. اما به خاطر داشته باشید که بسیاری از این مردان در نهایت خودشان را نابود کردند. طبیعت معجون‌های آماده کرده است که مردان ذهنشان را با اطمینان تحریک کنند و هیجانشان به سطحی برسد که با افکار ناب و کمیاب طبیعت سازگار شوند، اما هیچ کس جای دقیق آن را نمی‌داند. تا کنون هیچ جایگزین رضایت بخشی برای محرک‌های طبیعت یافت نشده است. این یک حقیقت کاملا شناخته شده برای روانشناسان است که رابطه بسیار نزدیکی بین امیال جنسی و امیال معنوی وجود دارد و رفتار خاص کسانی را توصیف می کند که در عیاشی هایی به نام گرد همایی دینی شرکت می کنند که در میان گونه های مبتدی آن شایع است. دنیا با احساسات انسان کنترل می شود و سرنوشت تمدن با احساسات انسان مشخص می گردد. عقل و استدلال اعمال مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. اما این تأثیر گذاری به اندازه تأثیر احساسات نیست.
قدرت ذهنی خلاق کاملاً با احساسات عملی می شود، نه با استدلالی سرد و ضعیف. قوی ترین احساسات انسان جنسی است. محرک های ذهنی دیگری وجود دارد که برخی از آنها نام برده شدند، اما هیچ کدام از آنها یا ترکیب آنها نمی تواند معادل قدرت محرک جنسی باشد. یک محرک ذهنی هر نوع تأثیری است که یا به طور موقت یا دائم ارتعاشات فکر را افزایش می دهد. 10 محرک عمده توصیف شده رایج ترین مواردی هستند که به آنها متوسل شده ایم. ممکن است از راه این منابع شخص رابطه نزدیکی با هوش نامحدود برقرار کند یا به میل خود وارد مخزن ذهن نیمه هوشیار شود. چه ذهن خودش و چه ذهن فرد دیگری، در هر حال روش کلی نبوغ است. معلمی که به بیش از 30,000 فروشنده آموزش داده و تلاش‌های آنها را هدایت کرده، به این کشف شگفت‌انگیز رسیده است که مردان با میل جنسی بالا کارآمدترین فروشنده‌ها هستند. توضیح آن این است که عامل شخصیت که جاذبه شخصی نام دارد، چیزی کمتر یا بیشتر از انرژی جنسی نیست. افرادی با میل جنسی بالا همیشه جاذبه فراوانی دارند. این نیروی حیاتی اگر شناخته شود و پرورش یابد، در روابط افراد فایده های زیادی دارد. ممکن است این انرژی از راه های زیر به دیگران منتقل شود. 1. دست دادن. تماس دست فوراً وجود جاذبه یا فقدان آن را نشان می دهد. 2. آهنگ صدا. جاذبه یا انرژی جنسی عاملی است که با آن صدا دگرگون، آهنگین، گیرا و جذاب می شود. 3. حالت و وضع بدن. افراد دارای میل جنسی بالا تند و فرز با متانت و نزاکت حرکت می کنند. 4. ارتعاشات فکری. افراد با میل جنسی بالا احساسات جنسی را با افکارشان ادغام می کنند و ممکن است این کار را با میل و رغبت انجام دهند و در این صورت بر اطرافیانشان تأثیر می گذارند. 5. آراستگی بدن. این افراد معمولاً نسبت به ظاهر شخصیشان خیلی دقیق هستند. لباس و سبکی را انتخاب می کنند که با شخصیت، هیکل و چهره آنها هماهنگ باشد. مدیر فروش کارآمد هنگامی که می‌خواهد فروشنده استخدام کند، جاذبه شخصی را مهمترین عامل در استخدام می‌داند. افرادی که انرژی جنسی ندارند، هیچ وقت پر اشتیاق نیستند و دیگران را نیز با اشتیاق تحریک نمی‌کنند. اشتیاق یکی از مهمترین پیش نیازها در فروشندگی است. مهم نیست چه چیزی می‌فروشند. گوینده، سخنران، واعظ، وکیل یا فروشنده‌ای که انرژی جنسی ندارد، تا جایی که به توانایی آنها بر تأثیر روی دیگران مربوط می‌شود، یک شکست خورده است. در کنار این حقیقت، بیشتر مردم فقط با توسل به احساساتشان می‌توانند تحت تأثیر قرار بگیرند و شما اهمیت انرژی جنسی را به عنوان بخشی از توانایی ذاتی فروشنده درک خواهید کرد. فروشندگان ماهر به حالت تسلط در فروش دست می‌یابند، چون آگاهانه یا ناآگاهانه انرژی جنسی را به اشتیاق در فروش تبدیل می‌کنند. ممکن است در این جمله نشانه بسیار واضحی از معنای واقعی تغییر ماهیت جنسی بیابید. فروشنده‌ای که می‌داند چطور ذهنش را از موضوع جنسی خالی کند و دیگر به آن فکر نکند و همچنین آن را با همان اشتیاق و اراده فراوانی برای فروش هدایت کند که برای هدف اصلیش به کار می‌برد، چه بداند چه نداند، به هنر تغییر ماهیت جنسی دست یافته است. اکثر فروشندگانی که انرژی جنسیشان را تغییر ماهیت می دهند، کمترین آگاهی ندارند از اینکه چه می کنند یا چطور این کار را می کنند. تغییر ماهیت انرژی جنسی به قدرت اراده بیشتری از آنچه یک فرد معمولی برای این منظور به کار می برد نیاز دارد. آنهایی که تمرکز بر قدرت اراده کافی را برای تغییر ماهیت به سختی به دست می آورند، به تدریج به این توانایی دست می آورند. با وجود اینکه به قدرت اراده نیاز دارد، اما پاداش عملشان بیشتر از زحمت آن ارزش دارد. کل موضوع جنسیت موضوعی است که اکثر مردم به طور باور نکردنی از آن بی اطلاع هستند.
میل شدید جنسی از سوی افراد نادان و بداندیش به شدت بد برداشت شده و مورد تهمت و تمسخر قرار گرفته است. به همین دلیل مدت هاست به ندرت از یک واژه جنسی در جامعه فرهیخته و با فرهنگ استفاده می شود. مردان و زنانی که از نعمت طبیعت جنسی زیاد برخوردار و خوشبخت هستند، بله خوشبخت، معمولاً به عنوان افرادی دیده می شوند که به نظارت و توجه نزدیکی نیاز دارند. به جای اینکه آنها را خوشبخت بنامیم، معمولاً بدبخت می نامیم. حتی در این عصر روشنفکری میلیون ها نفر به دلیل توسعه این باور غلط عقده حقارت دارند. آنها معتقدند طبیعت جنسی زیاد مصیبت و بدبختی است. البته این توصیف ها از مزیت انرژی جنسی نباید به عنوان توجیهی برای آدم بی‌بندوبار به کار روند. احساس جنسی فقط وقتی هوشمندانه به کار برود یک مزیت است. ممکن است اشتباه به کار رود و به جای ارزشمند کردن هم جسم و هم ذهن را بی ارزش کند. چگونگی کاربرد بهتر این قدرت وظیفه این فصل است. سپاس از همراهی شما. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.